رحیمی جهان آبادی شما صندلی 220 در حد یک دقیقه. فقط کاری بکنید که نه به نماز به اذان نرسیم. بفرمایید. یک دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اگه برسه در خدمت مسلمانان تسلیه درست میکنم. اگر برسه برادران و خواهران مسلمان، توهین به مقدسات اهل سنت در این کشور تا کی قرار انجام بشه؟ بی حرمتی به ناموس پیغمبر، به صحابه رسول الله کی قرار متوقف شه در یک کشور اسلامی؟ برادران عزیز، چرا باید صدا و سیمایی که از پول این مملکت، از مالیات این مملکت، از پول نفت این مملکت استفاده میکنه اجازه داشته باشه بر وحدت این مملکت تیشه به ریشه این وحدت بزنه؟ چرا باید به مقدسات اهل سنت و بیش از 1,400,000,000 مسلمان جهان توهین بشه؟ قرآن داره میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، همسر پیغمبر مادر مؤمنانه. چرا باید صدا و سیما به مادر مؤمنان بی حرمتی کنه؟ قرآن میگه رضی الله عنهم و رضوان، از صحابه ای که خدا اعلام رضایت کرده، چرا شما دارین فحاشی میکنین به صحابه؟ متشکر. صدا و سیما تحت نظر رهبری است. از مقام معظم رهبری درخواست میکنم. متشکر آقای جان. با صدا و سیما، با فرد هتاک، با فردی که بی حرمتی به مقدسات مسلمین کرده برخورد کنه. این کار به امنیت کشور، به تمامیت ارضی کشور، به حیثیت ایران به عنوان یک کشور اسلامی دست بزده. البته این موضوع رو صدا و سیما جدی پیگیری بفرمایند که در صدا و سیما به همون توصیه که مقام معظم رهبری فرمودن، اختلاف اندازی و توهین به فرهنگ و سنت ها و ارزش های به اصطلاح مذهبی، اعتقادی، باوری زد و سمیست که الان دارن این کارو میکنن. صدا و سیما واضح باشه از این اتفاقات نیفته.